فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشر، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که همسرش به دلیل بیماری‌های متعدد دیگر تحمل زندان را ندارد. به گفته خانم گلزار، آقای سیف‌زاده به بیماری‌های مختلفی مبتلا است و بنابر درخواست پزشکی قانونی برای معاینه به پزشکان مختلفی فرستاده شده است. او ابراز امیدواری کرده در نهایت کمیسیون پزشکی قانونی و دادستانی تهران با توجه به شرایط جسمی و سن بالای همسرش به عدم تحمل کیفر رأی دهند. محمد سیف‌زاده 68 ساله وکیل مدافع حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که وکالت پرونده گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را بر عهده داشته است. دستگاه قضایی ایران در سال 90 او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم کرد. از سوی دیگر اعضای خانواده عبدالفتاح سلطانی، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر میگویند این وکیل مدافع حقوق بشر با وجود داشتن شرایط قانونی اجازه اعاده دادرسی ندارد و نتوانسته از آزادی مشروط استفاده کند. پدر من الان بالای 4 سال و 4 ماهه که توی زندانه و اگر طبق قانون بخوایم حساب بکنیم در مورد مرخصیش و محکومیتش، باید بگم که الان بالای 5 ماه مرخصی باید بهش داده بشه برای اینکه بیاد و به درمان بیماریایی که تا الان داشته و براش پیش اومده خب بپردازه. اما با این مرخصی که موافقت هنوز نشده، حدود 1 سال پیش پدر من باید آزاد بشه طبق همون قوانین جاری در ایران، چون هر زندانی 1/3 محکومیت خودش رو بگذرونه میبایست که بدون درخواست یا بدون اینکه مجزا تقاضایی بده از طرف قضات و دادگستری باید آزاد بشه. و اگر البته به این قانون عمل بکنن، بالای 60% از زندانیان سیاسی ما که هم اکنون در زندان به سر میبرن همه باید آزاد بشن. آقای سلطانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. نرگس محمدی، دیگر زندانی سیاسی و عقیدتی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز برای 4مین بار جلسه محاکمه‌اش به تعویق افتاده. این فعال مدنی مبتلا به 2 بیماری آمبولی ریو فلج عضلانی است و عوارض این 2 بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.